انجیل متی از کتاب ترجمه تفسیری باب 14 آیات 1 تا 13. وجدان ناراحت هیرودیس پادشاه. وقتی هیرودیس پادشاه از معجزات عیسی اطلاع حاصل کرد، به افراد خود گفت: بیشک این همان یحیای پیامبر است که زنده شده و به همین دلیل است که میتواند معجزه نماید. زیرا هیرودیس بنا به اصرار همسرش هیرودیا که قبلا زن برادرش فیلیپ بود، یحیی را گرفته و در زندان به زنجیر کشیده بود. به این علت که یحیی به هیرودیس گفته بود که ازدواج با زن برادرش خطاست. هیرودیس نیز قصد داشت یحیی را بکشد، ولی از شورش مردم می‌ترسید چون او را نبی می‌دانستند. اما در جشن میلاد هیرودیس، دختر هیرودیا رقصید و رقص او هیرودیس را بسیار شاد کرد، به طوری که برای او قسم خورد که هرچه بخواهد برایش انجام دهد. دختر هیرودیا نیز به توصیه مادرش درخواست کرد که سر یحیی در یک سینی به او داده شود. پادشاه از این تقاضا سخت رنجیده خاطر گشت، اما چون در حضور همه قسم خورده بود، دستور داد تقاضای او را به جا آورند. پس در زندان سر یحیی را از تن جدا کرده در یک سینی آوردند و تقدیم دختر کردند. دختر نیز آن را نزد مادرش برد. آنگاه شاگردان یحیی آمدند و بدن او را برده به خاک سپردند و پیش عیسی رفته جریان را به او اطلاع دادند. وقتی عیسی از این امر اطلاع یافت، به تنهایی سوار قایق شد و به جای دور افتاده ای رفت. انجیل متی از کتاب ترجمه تفسیری باب 14 آیات 14 تا 21. عیسی جماعت گرسنه را سیر می کند. اما مردم دیدند که عیسی کجا می رود. پس از دهات خود به راه افتاده از راه خشکی به دنبال او رفتند. وقتی عیسی از بیابان باز می‌گشت، با ازدحام جمعیتی روبرو شد که منتظرش بودند و با دیدن ایشان دلش سوخت و بیمارانی که در بین جمعیت بودند شفا داد. عصر آن روز شاگردان نزد او آمده گفتند: اکنون دیر وقت است و در این بیابان خوراک یافت نمی‌شود. پس این مردم را مرخص فرما تا به دهات رفته برای خود نان بخرند. عیسی جواب داد: لازم نیست بروند، شما به ایشان خوراک دهید. با تعجب گفتند: چگونه ممکن است؟ ما به جز 5 نان و 2 ماهی چیز دیگری نداریم. عیسی فرمود آنها را به من بدهید. سپس به مردم گفت که بر روی سبزه بنشینند و نان و ماهی را برداشت، به آسمان نگاه کرد و از خداوند خواست تا آن را برکت دهد. سپس نانها را تکه تکه کرد و به شاگردانش داد تا به مردم بدهند. همه خوردند و سیر شدند. وقتی خورده نانها را جمع کردند، 12 سبد پر شد. فقط تعداد مردها در میان آن جماعت 5000 نفر بود. انجیل متی از کتاب ترجمه تفسیری باب 14 آیات 22 تا 36. عیسی روی دریاچه راه می رود. بلا فاصله پس از آن عیسی به شاگردانش فرمود که سوار قایق شده به آن طرف دریاچه بروند. اما او خود همانجا ماند تا مردم را روانه خانه و کاشانیشان نماید. پس از آن عیسی بر فراز تپه‌ای رفت تا به دعا بپردازد. شب فرا رسید و شاگردانش در دریاچه دچار زحمت شدند، زیرا باد مخالف تند بود و قایق پیش نمی رفت. اما نزدیک ساعت 4 صبح، عیسی در حالی که روی آب راه می رفت به آنها نزدیک شد. ایشان از ترس فریاد برآوردند، چون گمان کردند که روحی می بینند. اما عیسی بیدرنگ ایشان را صدا زده گفت: جرأت داشته باشید، من خودم هستم، نترسید. پتروس جواب داد: ای سرور، اگر حقیقتاً شمایید، دستور فرمایید من هم روی آب راه بروم و پیش شما بیایم.
عیسی فرمود بسیار خوب بیا. پس پتروس از قایق بیرون آمد و روی آب راه افتاد. به طرف عیسی رفت، اما وقتی به اطراف نگاه کرد و موجهای بلند را دید به وحشت افتاد و شروع کرد به فرو رفتن در آب. پس فریاد زد سرورم مرا نجات دهید. عیسی فوری دست خود را دراز کرد و او را بیرون کشید و فرمود ای کم ایمان، چرا شک کردی؟ وقتی سوار قایق شدند باد قطع شد. سایرین که خشکشان زده بود او را پرستش کرده به پای او افتادند و گفتند واقعا که شما فرزند خدایید. در ساحل جنیسارت وقتی از قایق پیاده شدند، خبر ورود ایشان به سرعت در شهر پیچید و دیری نگذشت که اهالی آن منطقه به تمام آن نواحی خبر فرستادند تا بیمارانشان را نزد عیسی آورده شفا بیابند. بیماران از او التماس کردند که اجازه دهد فقط دست به دامن ردایش بزنند و دست هر کس به دامن او می رسید شفا می یافت.